بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتاب مختصر مفيد برای سرگذشت پیامبر صلى الله عليه وسلم قسم أول رفتار ورهنمایی پیامبر صلى الله عليه وسلم رفتار او صلى الله عليه وسلم Nesebi o sallallahu aleyhi ve sellem. O Muhammed İbni Abdullah İbni Abdülmuttalib İbni Haşim İbni Abdümannaf İbni Kusay İbni Kilab İbni Murra İbni Ka'b İbni Lu'ay İbni Galib İbni Fihr İbni Malik İbni Nazr İbni Kinana İbni Huzayma İbni Mudrika İbni İlyas İbni Muzar İbni Nizar İbni معاد ابن عدنان و عدنان از نسل اسماعیل زبه ابراهیم خلیل علیه السلام است و او صلی الله علیه و سلم مطلقا بهترین اهل زمین از روی نسب است و در حدیثی که هرقل پادشاه روم به ابو سفیان رضی الله عنه گفت تو را از نسبش پرسیدم پس گفتی که او در میان شما صاحب نسب است. پس اونچنین رسولان در نسب قومشان فرستاده می شوند. اختیار او صلی الله علیه و سلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود البته الله کنانه را از نسل اسماعیل اختیار کرد و قریش را از کنانه اختیار کرد و از قریش بنی هاشم را اختیار کرد و مرا از بنی هاشم اختیار کرد نام های او صلی الله علیه و سلم همشان صفت ها می باشند و نام های خالص نیستند که تنها شناخته را افاده کنند بلکه این نام ها از صفت هایی که در او هستند گرفته شدند که موجب حمد و ثنا و کمال اوست محمد محمد مشهورترین نام های او صلی الله علیه و سلم است در تورات به این نام صراحتاً نامیده شده است و معنای آن دارای خصلت‌های زیاده که بر آنها ستایش می شود احمد یعنی حمدگوینده ترین خلق به الله و او را ساکنان آسمان و زمین و اهل دنیا و آخرت برای خصلت‌های بسیار از ستایش می کنند و عیسی مسیح او را احمد نامیده است متوکل و این نام نهاده شد زیرا او در برپال کردن دین و الله توکل کرد که در این توکل کردن دیگر به او شریک نیست الماهی الله کفر را به سبب او برهم می دهد و به واسطه یگان کس کفر را برهم نداده بود همچنانه که به واسطه او کفر را برهم داد الحاشر کسی که مردم در پیش پایهای او حشر می شوند گویاکی برای برانگیختن مردم فرستاده شده است العاقب کسی که بعد از او پیامبر نیست پس او خط کننده پیامبران است المقفی کسی که بر آثار پیش از خود گذشته ها پیروی نماید پس الله او را از پی رسولان سابق فرستاد نبی توبه کسی که الله به سبب وی در توبه را بروی اهل زمین گشاد پس توبه آنها را قبول کرد که برای آنان مانند آن پیش از وی حاصل نشده بود و پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیار مغفرت کننده و توبه کننده بود نبی الملهمه آن که در جهاد دشمنان الله فرستاده شد هرگز یگان پیامبر همراه امتش جهاد نکرد و اندازه ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم همراه با امتش جهاد کردند و جنگ های بزرگی که رخ داد پیش از او رخ نداده بود نبی الرحمه آنکه الله تعالی او را رحمت برای جهانیان فرستاد پس به سبب او الله تمام اهل زمین را رحمت کرد اما مؤمنان رحمت بیشتری به دست آوردند و اما کافران اهل کتاب در زیر سایه و عهد او زندگی میکردند فاتح آنکه الله به سبب او دروازه هدایت را بعد که واضح نبود کشاد
و به او چشمان کور و گوشی کر و دلهای محکم را کشاد و الله به سبب او شهرهای کافران را کشاد و به سبب او دروازه های جنت را کشاد و به سبب او راه های علم نافع و عمل نیکو را کشاد. و یکی از نام های او صلی الله علیه و سلم امین است، یعنی او سزاوارترین عالمیان به این نام است، زیرا او امینی الله بر وحی و دینش است و او امینی کسی که در آسمان ها و کسی که در زمین است می باشد، بلکه کافران قریش او را پیش از پیامبریش امین نامیده بودند. بشیر برای کسی که او را اطاعت کند و اجر و ثواب بشارت ده و برای کسی که او را عصیان کند به عقاب بیم دهنده است. سید فرزندان آدم، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند من در روز قیامت سید فرزندان آدم هستم و فخر نمی کنم. سراج منیر، آن که به سوزاندن رفشنی می بخشد برعکس نورپاشی که در آن نوعی سوزاندن است. او از بندگان الله است که دارای بندگی خاصت الخاص است، زیرا او مرتبه های بندگی را به کمال رسانده است. کاملترین صفت او صلی الله علیه و سلم صفتی که خودش را با آن وصف کرده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند من محمد بنده الله و رسول او هستم، دوست نمی دارم که مرا از منزلتی که الله تعالی به من داده است بالا بردارید. پیامبر صلی الله علیه و سلم بهترین مردم از روی خلق. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند من محمد بنده الله و رسول او هستم، دوست نمی دارم که مرا از منزلتی که الله تعالی به من داده است بالا بردارید. پیامبر صلی الله علیه و سلم بهترین مردم از روی خلق و رفتار بود. الله تعالی فرمود و هر آینه تو در بزرگترین اخلاق هستی، سوره قلم آیه 4. و عایشه رضی الله عنها گفت اخلاق او قرآن بود، به قرآن عمل میکرد و در نزد حدود آن میستاد، پس برای رضای آن راضی میشد و برای غضب آن غضب میکرد. خلیل الله، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هر آینه الله مرا خلیل گرفت، همچنانی که ابراهیم را خلیل گرفته بود. صفات های خلقی او صلی الله علیه و سلم، انس ابن مالک رضی الله عنه گفت رنگ رسول الله صلی الله علیه و سلم رفشن و تابنده بود، قطره های عرق او مانند مروارید ها بود، چون راه می رفت پایش را به قوت می برداشت و من هرگز ابراشی می را نرمتر از کفی دست رسول الله صلی الله علیه و سلم نقاپیدم و نه هرگز مشک و انبر خوشبوتر از بوی پیامبر صلی الله علیه و سلم را بوی کشیده ام.